به رغم توافق آتش‌بس میان دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق، درگیری میان دو طرف همچنان قربانی می‌گیرد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از زمان اعلام آتش‌بس تا کنون، یعنی در کمتر از 40 روز، 331 نفر کشته شدند. بسیاری از منازل مسکونی در مناطق مورد نزاع، به ویژه منطقه دونتسک، بمباران و ویران شدند. یکی از ساکنان دونتسک که خانه‌اش را از دست داده می‌گوید: از من می‌پرسید چه اتفاقی افتاد؟ بعد از ظهر بود و ما همه در خانه بودیم. همه اعضای خانواده جمع بودند و من به بچه‌ها برای آماده کردن تکلیف مدرسه کمک می‌کردم. بعد صدای انفجار شنیدم و بلافاصله شعله‌ها را دیدم. اکنون احساس می‌کنم بار دیگر به دنیا آمدم، چون ما بسیار خوش‌شانس بودیم که از چنین اتفاقی جان سالم به در بردیم. وی ادامه می‌دهد: چیزی راجع به آتش‌بس نمی‌دانم، اما شلیک توپ و خمپاره به اینجا هر روز ادامه دارد. این آتش‌بس به سبک اوکراینی است. همزمان روز جمعه، پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، از نیروهای ارتش در منطقه دونتسک دیدار کرد. وی در این دیدار یک ژنرال 58 ساله ارتش را به عنوان فرماندار منطقه دونتسک معرفی کرد. به گفته ارتش، نیروهای دولتی توانستند بخش مهمی از مناطق تحت کنترل جدایی طلبان را در اختیار بگیرند. Следующий блокпост там находится на Киеве. Значит, то, что суется...